درود بر شما لطفا برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید با سپاس قرارداد ننگین 20 ساله با روسیه در هیاهوی خبری رو بودن مسیح علی نجات جمهوری اسلامی بعد از قرارداد ننگین 1397 الحاق بخش عمده از سهم ایران از دریای کاسپیان به روسیه پیشنویس یک قرارداد نظامی امنیتی و اقتصادی 20 ساله برای تاراج ثروت ملی ایران و ایجاد پایگاه های نظامی سری روسیه در ایران را تقدیم مسکو کرد مسیح را مسیح نکنیم ماجرای ربایش مسیح علی نجاد از خاک آمریکا در صدر اخبار قرار گرفته و برای تنویر افکار عمومی ذکر نکاتی چند را لازم دیدیم توضیحاتی که مسیح علی نجاد بعد از بیانیه دادگستری آمریکا مطرح نمودند حاوی چند نکته مهم و اساسی می باشد که تناقضاتی را در چگونگی این ماجرا آشکار می نماید او میگوید FBI از حدود یک سال پیش هشدارهایی را مبنی بر تهدید امنیتی ایشان اعلام و برای سه مرتبه نیز اقدام به تغییر مکان وی نموده که هر بار هم این مکان ها توسط عوامل جمهوری اسلامی شناسایی شده در بیانیه دادگستری آمریکا از چهار عنصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همراه یک زن نام برده شده که در این عملیات نقش داشتند طبق گفته های مسیح در طول این یک سال عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تمام رفت آمدهای وی را زیر نظر و برای اجرای عملیات روبایش از تمام مراحل شناسایی و تعقیب عکس و فیلم تهیه نمودند که مستندات آن را اف بی آی به مسیح علی نژاد نیز نشان داده جدای از سوابق و گرایش های سیاسی اصلاح طلبانه مسیح علی نژاد و عضویت همسر کنونی وی در نایاک که نقش مهمی در لابیگری جمهوری اسلامی در روابط بین المللی را دارد سوال اساسی که در این ماجرا پیش می آید این است که با توجه به اشراف اطلاعاتی پلیس فدرال آمریکا به تحرکات عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا و تهدید امنیتی شهروند آن کشور چرا مانع از خروج قانونی این چهار عنصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی نشدند و یا نسبت به دستگیری آنان اقدام نکردند در اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بسیاری از مخالفان سیاسی خود را در هر جای دنیا به اشکال مختلف حذف می نماید تردیدی نیست اما با نگاهی به قتل مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در عملیات برون سپاری دستگاه های امنیتی از جمله قتل های رستوران میکنست شهریار شفیق فریدون فرخزاد شاپور بختیار مسعود مولوی و سایر مخالفان سیاسی ماجرای ربایش مسیح علی نجاد حتی در صورت صحت هم دارای تناقضات آشکاری است که نشانگر بهره برداری فرصت طلبانه و سیاسی وی از امری بدیهی از ماهیت جمهوری اسلامی می باشد که اغلب مخالفان سیاسی راستین در خارج از کشور را تهدید می کند. حال به بعضی از این تناقضات و بهره برداری هایی که از این ماجرا در حال رخ دادن است اشاره میکنیم. جدایی از این ابهام اساسی که چرا پلیس فدرال آمریکا با اشرافی که بر روی طراحان و مجریان این ربایش داشته و نسبت به دستگیری آنان اقدام نکرده مسیح علی نجات در بخشی از سخنانش میگوید که طراحان این ربایش قصد داشتند او را از نیویورک رو بوده و با خرید یک قایق موتوری توسط یکی از چهار عنصر اطلاعاتی به کاراکاس در ونزوئلا منتقل نمایند ساده انگاران بودن این طرح اونجاست که طول مسافت نیویورک تا ونزوئلا 3400 کیلومتر می باشد و هیچ سرویس جاسوسی و تیم عملیاتی در خارج از مرزهای خود عملیاتی چنین گذاف را با چنین ریسک بالایی انجام نمی دهد. در حالی که می تواند مانند سایر عملیات برون سپاری که تا کنون داشته با حداقل ریسک و با شیوه های دیگری حتی نسبت به حذف فیزیکی هدف خود اقدام نمایند مسیح بعد از صدور بیانیه دادگستری آمریکا و در مصاحبه‌های های متعددی که با رسانه ها دارد احساسات و هیجانات ساختگی و نمایش زیادی را از خود بروز می دهد. که گویا همان لحظه از این خبر مطلع شده در صورتی که طبق گفته های خودش از ماهها قبل در جریان این موضوع بوده و واکنش این چنینی وی در مقابل دوربین ها جز شعاف رسانه ای و تحریک و تحمیق احساسات افکار عمومی نمیتواند دلیل دیگری داشته باشد. اعلام عمومی این تر آن هم بعد از فرار تمام عوامل آن از آمریکا و بدون محکومیت جمهوری اسلامی از سوی دولت آمریکا در طول این مدت این شاعبه را به وجود می آورد که دولت آمریکا با اعلام یک طرح سوخته و ناموفق و تاریخ گذشته در شرایط کنونی قصد فشار به جمهوری اسلامی در مذاکرات معطوف به برجام را داره و برای بازخورد بیشتر نیست قدر مسلم یک چهره شناخته رسانه‌ای همچون مسیح علی نجات آوردهای بیشتری را میتواند در پی داشته باشد. مسیح علی نجات هم اکنون بیشتر از پیش به یک چهره بین المللی تبدیل شده و این موضوع میتواند فرصتهای بسیاری را برای وی در بین جریانهای سیاسی خارج از کشور پدید آورد و باید دید کدام جریان سیاسی از این بمب خبری نهایت استفاده را خواهد برد. و امیدواریم که این جریان شورای مدیریت گذار و اعضای امنیتی حاضر در آن شورا همچون محسن سازگارا نباشند پس بیاییم از مسیح علی نجات یک مسیح نسازیم در حالی که بسیاری از مخالفان سیاسی راستین جمهوری اسلامی مسیحوار به مسلخ برده شدند نکته ای که میخواستم بکنم بخش مذاکره کنده رهبری جمهوری اسلامی هست و این که در واقع باید با احتیاط بیشتری گروه های سیاسی دستبندی هایی که کردن باید در واقع این جایگاه رهبری رو به نظرم اینطوری استنباط من اینه که باید باش مذاکره کرد نگه داشت و حتی از حمایتش در ارسای مختلف بهره گرفت من فکر کنم اتفاقا برعکس این دفعه رهبری بود که اومد به سمت مردم و گفت حتی اگر مخالفم هستید میتونید رای دارید بر انتخابات شرکت نامنگاری علی خامنه‌ای و ولادیمیر پوتین عقد قرارداد 20 ساله جمهوری اسلامی و روسیه سفیر جمهوری اسلامی در مسکو از ادامه توافق نامه جمهوری اسلامی و روسیه به صورت یک قرارداد 20 ساله خبر داد کازم جلالی در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی از نامنگاری های مابین ما علی خامنه‌ای و ولادیمیر پوتین برای تداوم توافق نامه 20 ساله نظامی امنیتی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی میان دو دیکتاتور خبر داده. کازم جلالی با اشاره به مکاتبه علی خامنهای با پوتین گفته با توجه به این نامه و پاسخی که پوتین داده تصمیم بر این است این قرارداد را بیش از دو دهه یا بیشتر تمدید کنیم. او همچنین از تهیه پیشنویس قرارداد و ارسال آن به وزارت امور خارجه خبر داد. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در رابطه با تمدید این توافق نامه گفت ایران در سال 1379 قراردادی بلند مدت را با روسیه امضا کرد که در مجلس ایران هم به تصویب رسید و مقرر شد اگر یکی از دو کشور نسبت به قرارداد و تمدید آن مطلبی دارند یک سال قبل از اتمام مطرح کنند در غیر این صورت هر پنج سال یک بار به طور اتوماتیک تمدید خواهد شد ممنون که کانال دیگه چه خبر رو تماشا کردید. لطفاً ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. پیروز باشید.